برگشتیم به ادامه برنامه گلبانگ و تمیم جان هم خود است؟ ستاره، اینقدر مدال نه از من است. اینقدر مدال ها از کی است و امروز خانه گلبانگ پر از مدال، پر از کپ، پر از کمربند، پر از تقدیرنامه هست. میریم با هم یک جا بسته تصویری را در رابطه با ورزشکار ما میبینیم. در ادامه برنامه ما هم رای بکنیم. بله، و همونطور که در اول براتون گفتیم و ویدیو رو شما تماشا کردین، حالا خیلی خطرناک است این رشته ورزشی کیک بوکسینگ، در کنارش ام ام ای، حالا جیجیتسو، رشته های مختلف ورزشی. قهرمان را در این بخش برنامه با خود داریم که حالا چندین کمربند دارند و چه وضعیت است این خانه گلبانگ. من قسم احساس بسیار خوشبختی و احساس افتخار میکنم. بله، امیدالله اختری قهرمان کیک بوکسینگ، ورزشکار خوبمان در استودیو با ما هستند. قبل از همه سلام و صبح بخیر خدمت امید جان، خوش آمدید، صبح بخیر باشه. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و آن دم عظمتان عظیم کمیل اعظم را از طریق پرده زیبای تلویزیون یک تماشاگر هستند. صبح شما بخیر. تشکر. بله امید جان، خیلی کپ هست اینجا، کمربند هست، از مسابقاتت بگو، در کدام مسابقات خودت خوب درخشیدی؟ در یک صحنه ویدیو دیدم یک نفر که کت بوکس زدید و دیگه بیچاره از جای بلند نشد. حدود 6 سال میشه ما در رشته کیوان کیک بوکسینگ مبارزه میکنم. در مجموع در رشته های مختلف مبارزه کردیم، کمربند را شما مشاهده میکنید، در رشته ام ام ای است، در بخش یونیفایت هم مبارزه داشتیم، جیجیتسو، گریپلنگ و بخش های دیگر، اما در کل در بخش کیوان کیک بوکسینگ مسابقات آسیایی و ملی داشتیم که عنوان های قهرمانی نشنلتی چمپیون و آسیان چمپیون گرفتیم.
و مسابقه را که شما گفتین در سال 2017 بود، مسابقه بود بالای راهیابی با مسابقات کمربند بود که ما باید اگه اون مسابقه را هم می‌بردم بالای کمربند زون مرکز مبارزه می‌کردم که خوشبختانه اون مسابقه را در هم اول ناک‌اوت کردم و بالای کمربند زون مرکز مبارزه کردم و خوشبختانه تونستم کمربند رو بگیرم. بله امید جان، در 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 مدت 6 سال اینقدر کمربند، مدال، کپ، بالاخره تقدیرنامه، سال چند مسابقه داشتی و این چطور یک ویژگی خاص باید آدم داشته باشه که نام خدای قدر دستاورد داشته باشه؟ ما حدود 6 سال هم مکمل در بخش پروفشنال بازی کردیم. مدال که شما می‌بینید در بخش آماتور است و کمربند وقتی ما بالای کمربند و کپ مبارزه می‌کنیم در مکمل پروفشنال بازی می‌کنیم و ما خوشبختانه در اینجا جا دارم تشکر کنم از استاد بزرگوارم که ما تونست در مدت کم به دنیا معرفی کنه. استاد مصطفی عمری نماینده بخش رسمی بخش پروفشنال آماتور کیوان کیک بوکسینگ در افغانستان که واقعا بالای شاگردای خود زحمت زیاد میکشه و یکی از مربیای برجسته است. بله، در زندگی خود انسان حتما یک استاد می داشته باشه که سرت زیادتر کوشش میکنه، بله، تلاش میکنه به پیشرفتت که زیادتر پیشرفت کنی و موفق باشی. خودت امید جان از کمربندا بگو، اینی کمربند بسیار وزنش زیاد بود پیش از اینکه برنامه شروع شد. ما تمیم ورداشتم بسیار گرنگ بود، کم بود خودم پایین برم. ایره از کجا به دست آوردی؟ در کدام مسابقه بود و حریفت که بود؟ از این با ما میگو کمربند را که شما مشاهده میکنین قبل از این کمربند این مسابقه اخیرم بود که در 14 جون 2021 مثال جاری مبارزه کردم بالای یکی از حریف ازبکیم بود به نام سردار نگمتوف، همراه از اون مبارزه کردم بالای عنوان قهرمان آسیا و کمربند قهرمان آسیا دسته خروسوزن یا پروزن میگن است که من خوشبختانه تونستم 4 راوند مبارزه کردم با امی امتیاز آرای داوران. من مسابقه را برنده شدم و این کمربند به نفع افغانستان آوردم. امید جان اگر مشخصا بر ما بگویی که جمن در کارنامه ورزشی خودت چقدر برد است، آیا کدام باختم داشتی یا نه؟ در کل در ریکارد های حرفه‌ایم در سبک کیوان در ریکارد دارم. آها. که یک دانش باختیم در سال 2019 در مسابقات آسیایی بود که من همراه یکی از بهترین های آسیا بود به نام الهام رستموف بود در سازمان مکس مویتای گرید ای بازی میکنم. من با امتیاز داورا در 3 راوند مبارزه اون مسابقه را مغلوب شدم و دیگر نو ریکارد دیگه را که من همیش برده است از او جمله 6 دانش تانستیم ناکاوت کنم. بله و امی کمربند ما باید بلند کنم اگر نه میزم میدان میکنه نام خدا که گرنگ است. بسم الله. براستی گرنگ بوده؟ چند کیلو است ای؟ 12 کیلو. چرا اینقدر گرنگ هستی؟ 12 کیلو؟ من نمیدانم بخدا کمربنده یاسی ای خب اینا را همونطور به بهترین شکلش جور میکنم به من خاطر نه 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 اینجا حکم قهرمانی زیاد هم هست که به دست آورده. امید جان بیا از مسابقات که خارج از افغانستان داشتی صحبت بکن که حریفت کی بوده و چقدر برد داشتی در اون مسابقه و آیا در مسابقات خارجی باخت هم داشتی؟ قسم که قبلا یادآور شدم در سال 2019 فقط یک باخت داشتیم که او هم از تجربه کم که داشتم نسبت به حریفم بود. بعد از او بالای عنوان قهرمانی جنوب آسیا بازی کردیم که مربند که شما مشاهده میکنین ما تونستم خوشبختانه حریف ما در راوند اول ناکاوت کنم و بعد از او اومدم بالای کمربند را که قبلا یادآور شدم کمربند آسیا بازی کردم. در کل 3 مبارزه کردیم فقط در بیرون مرزی که از او جمله فقط یکیش مغلوب شدیم و دو دانه دیگه یکیش ناکاوت کردیم و یکی دیگه شم با امتیاز داورم. ای کپ از کدام مسابقات به دست آورده؟ ای کپ مسابقات منتخبی کابل بود که ما بازی میکردیم کلاب های کابل و ما تونستم حریف ما در راوند دوم ناکاوت کنم و ای کمربند گرفتم. چند ساله بودی که خودت شروع کردی به مسابقات و تمرینات؟ جا داره سپاسگزاری کنم در این قسمت از فامیل محترمم پدر جانم برادرم که مرا از آوان کودکی حمایت کردن تشویق کردن تا ما به ورزش روی آوردم. از اون طفولیت ورزش میکردم سپورت میکردم و نسبت شوق علاقه ای که داشتم آهسته آهسته مبارزه کرده و بالاخره در فامیل خودت تنها در این رشته فعالیت داری یا کس دیگه هم هست؟ نه خیر یک برادر بزرگترم هست که در این رشته همراه خودم مبارزه میکنه و یک برادر بزرگتر دیگه هم که هست اونام به رشته بوکس بودن و حالا اومدن
فتنس میکنن. امید جان اگر اینقدر کپا و مدالا و کمربند و یارا در خانه در مهمان خانه در یک جای بانی که مهمان بیای باز طرف خود چپم سهل میکنه اگر اینقدر کمربند و اینقدر کپ یارا ببینه. خواهش میکنم. چقدر تجربه خوب از این مسابقات داشتی و چقدر خودت آماده کرده؟ ایر گفتی کمربند خودت از MMA به دست آوردی و MMA که ورزش در کنار از اینکه یک ورزش دوست داشتنی است در این روزها خیلی پیشرفت کرده، ورزش خطرناکی هم هست. فقط هم یک کمربند از رشته MMA داری؟ در رشته MMA مبارزات زیاد کردیم، در سازمان UFC مبارزه کردیم بالای کپ و مدال که اونجا هست. آها. اما فقط یک کمربند از MMA دارم. متوقعی در بخش K1 مبارزه کردیم. من در کل دوست دارم قهرمان ورزش های رزمی باشم، یک ورزشکار باشم، نه تنها یک قهرمان یک رشته. و در آینده انشالله تصمیم دارم که در K1، در مویتای، در MMA قهرمانی انشالله داشته باشم. بله. امید جان، هر ورزشکار، هر کس در زندگی خود یک الگو داره. الگوی خودت کی هست و میخوای مثل همو در مسابقات برزمی؟ الگوی ما از لحاظ مبارزه اینا در داخل کشور، در آن طفولیت استادم بود، من از استادم الگو گرفتم، دوست دارم مثل استادم باشم. از قهرمانای بین المللی و جهانی الکس پویری را یکی از قهرمان بهترین های کیوان است. اون ورزش بسیار دوستم و در بخش امی هم از اخلاق و ورزشی خبیب بسیار دوستم که در یک امر طبیعی که باید در پهلوی ورزش باید از اخلاق خوب ما برخوردار باشیم. بله. از تمام تقدیرنامه هایی که اینجا هست خیلی زیاد است. از امید جان فقط یک تقدیرنامه، یعنی دوست داشتم که یک بار بگیرم. مطمئن هستم در تصویر دوستای ما میبینن و تقدیرنامه خیلی زیاد است از امید جان که در رشته های ورزشی مختلف به دست آورده و این افتخار بسیار بزرگ برای ما، برای ملت ما و همچنان برای خود امید جان هست. خب تقدیرنامه ها که خیلی زیاد است، حالا من زودتر باید کدام تقدیرنامه را بگیرم؟ مدال هم تقدیرنامه دیگه امید جان، این تقدیرنامه را کدام؟ این مسابقات بود که از سازمان مکس، از سازمان مارشال آرت آمریکا در داخل من نمایندگی گرفته بودن، گرند ماستر استاد فریدون محمدی گرفته بودن، در اتحادیه ورزشکاران افغانستان در رنگ تیر اسپورت بود که من در این مسابقه حائز مقام دوم شدم. فوق العاده است. کیک بوکسینگ. امید جان، در پهلوی ازی که یک قهرمان هستی، در رشته‌های مختلف مسابقه میکنی و تمرین میکنی، دیگه مصروف چی کارها هستی در مصروف؟ مصروف تحصیل. امید درس تحصیل ما است، هنوز مکتب خلاص نکردیم و ما از موقعان طفولیت تمرین میکردم تا فعلا. در پهلوی ورزش بار یک ورزشکار مهمی است که در پهلوی ورزش باید دانشش رشد بده و ما بازم خداوند سپاسگزار هستم که پدر جان ما معلم بود و پدر بزرگم خداوند مغفرتشان کنه سر معلم لیسه بیا بودن و از امو آوان کودکی ما هم بر ورزش و در کنار ورزش در دانش و فعلا ما در مکتب هستم، هنوز مکتب خلاص نکردم. بله. امید جان، این کمربند که کیوان کیک بوکسینگ هست و این کمربند است کدام مسابقات به دست آوردی؟ مسابقات سرتاسری بود، مسابقات بالای عنوان قهرمانی نشنلیتی چمپیون یا قهرمان کشوری مبارزه میکردیم. آها. که دستبندی سبک وزن بود، وزن 70 کیلوگرم تانستم. خوشبختانه عریف ولایت پروان بود، او را در راوند سوم ناکاوت کردم و کمربند از آن خود کردم. مسابقات در 5 راوند 3 دقیقه برگزار شده بود. بله. امید جان، کمربندی که پیش روی خودت هست درباره او هم یکم معلومات بده. این کمربند بالای عنوان قهرمانی دستی پروزن یا خروس وزن بود، در ولایت پکتیا برگزار شده بود که من خوشبختانه تونستم عریف ما در راوند دوم بود با ضربه زانو ناکاوت کردم و این کمربند از آن خود کردم. آها. از کمربندهایی که اونجا از یک کمربند گفتن برای ما، این کمربندی که اینجا با چوکی است کدام کمربند است؟ این کمربند پیش یکی از عریفای ازبکی بود به نام الهام ارسلانوف بود نامش و ما یک عنوان قهرمانی نشنلتی چمپیون ما داشتم و عنوان دیگه نشنلتی چمپیون هم پیش از او بود. ما دو نفر باید مبارزه میکردیم و هر کسی که برنده شده بود میامد بالای کمربند آسیا بازی میکرد که من خوشبختانه در راوند اول تانستم او را ناکاوت کنم و کمربند از آن خود. بله. و مدالا که خیلی زیاد هست، یعنی مشخصا میخوایم پرسان بکنم امید جان که چند مدال طلا، نقره، برنز خودت به دست آوردی؟ حالا دیگه ایر اگر دانه به دانه
ما بگیرم وقت خیلی زیاد میگیرم. مداله ما در رشته‌های مختلف بوده ولی ما تا حالا حساب نکردیم چند مداله، اما در رشته‌های مختلف گرفتیم، در بخش ووشو، بخش ساندوان گرفتیم، در ام ام ای، در جی جی تو، در کی وان کیک بوکسینگ، در بخش یونیفایت هم مدال دارم دیگه. برنمایندگی از نمو هم چند مدال را که اینجا شما تماشا میکنیم، برنمایندگی همیشه بر شما بخدمت شما بودم. امید جان، در بین این همه کپ و مدال و حکم قهرمانی و کمربند، کدام رو بیشتر دوست داری و همیشه که طرفش میبینی روحیه میگیری و انرژی زیاد میگیری؟ در مجموع خب بالای تمام از اینا مبارزه کردیم و زحمت به دست آورده، همش در کل انسان وقت میبینه شوق علاقش بیشتر میشه تا بیشتر و بیشترتر زحمت بکشه تا بتونه بیشتر هنر نمایی کنه. ما را او کمربند در سال 2019 گرفتیم، بیست آف دی بیست، کی وان چمپیون بود، بالای عنوان قهرمانی نشنالیت چمپیون، وزن خروس وزن، دستبندی خروس وزن، وزن 65 کیلوگرام بود، همراه یکی از بهترین های افغانستان از ولایت بامیان بود، نمیخوایم نامشان رو بگیرم، مبارزه کردم. مبارزه ما 5 راوند 3 دقیقه‌ای بود و ما نهایت کوشش میکردم تا اون مسابقه را برنده شوم و در اون مسابقه زیادتر دوست دارم. در کنار این همه گرفتن کپ، مدال، تقدیرنامه، کمربند، کرونا رو چقدر جدی گرفتی؟ کرونا رو دقیقا باید جدی بگیریم، چون یک ویروس است که فعلا همه شمول است، تمام جهان اینا تکان داده، باید کرونا رو همیشه جدی بگیریم، ماسک داشته باشیم، ماسک ما پیش ما است و باید فاصله اجتماعی رو مراعات کنیم و کرونا رو جدی میگیریم. طبعا چون وقتی ما ورزش میکنیم در فعلا کلاب ها بسته است، نه جیم ها بسته است و ما در یک فضای کاملا باز میریم تمرین میکنیم و فاصله اجتماعی رو مراعات میکنیم، به خاطر از کرونا در امان باشیم. بله. امید جان، به عنوان آخرین سوال، مسابقاتی که برگزار میشه پیش رو هست، چقدر آماده هستی؟ ما آمادگی خود داریم، از هر لحاظ آمادگی خود، امرای مربی کار میکنیم بالای ازی مسابقات که در آینده دارم. انشالله ما میخواییم خوش خبری از طریق پرده تلویزیون شما برای هموطن عزیز بودم که انشالله ما اولین افغان میباشم در سازمان دوم دنیا در که او که یا کینگ آف کینگز چمپیون مبارزه میکنم و انشالله ان قریب چند بعد در رشته کیوان در کاوکا مبارزه میکنم. پلان های بعدی هم داریم در بخش مویتای در سازمان سوپر فایت که میتونیم بگویم سازمان دوم مویتای در دنیا هست، مبارزه انشالله میکنیم. بله، خیلی سپاس، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و آمدین به برنامه. امید جان، به امید موفقیت های بیشتر شما در راستای ورزش در افغانستان. بخیر باشین از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. خیلی ممنون که آمدین و همونطور که ما وعده کرده بودیم، به ما وعده میکنیم که گلبانگ همیشه تلاش میکنه تا ورزشکارای بهتر، خوبتر را برای تصویر بکشه، کارکردهایشان را و شما عملا میبینین. اگر شما هم علاقمند هستین و دوست دارین و در هر رشته ورزشی که دستاوردهای زیاده دارین، میتونین که بیاین به برنامه و خانی گلبانگ میزبان شما خواهد بود و همچنان دوستایی که برنامه را نمیتونین ببینین، از طریق چنل یوتیوب گلبانگ میتونین که برنامه مختلف ما را تماشا بکنین و همچنان صفحه فیسبوک که به فارسی اگر گلبانگ بنویسین میاد و شما میتونین که تمام دستاوردها و بخش های مختلف برنامه ما را از طریق صفحه فیسبوک و همچنان چنل یوتیوب ما تماشا بکنین. رفت آمد کوتاه و در ادامه بازم ما را همراهی بکنین.